Italia però tutti guarda! Forza Italia per noi! از آذربایجان تا کردستان صیانت از جان باختگان قیام زن زندگی آزادی آتش قیام را شعله ور نگه داشته. مردم در شهرهای تبریز، بوکان و مهاباد مراسم چهلم جان باختگان خیزش را به صحنه تداوم قیام تبدیل کردند. در مهاباد مردم شعار می‌دهند: کرد، بلوچ، آذری، آزادی و برابری. مردم در تبریز بر سر مزار آیلار حقی حضوری پرشکوه داشتند. این مراسم با وجود ارسال نیروهای سرکوبگر رژیم به مزارگاه وادی رحمت تبریز همچنان مالامال از جو ضد حکومتی بود. یگانهای گارد ویژه پلیس و نیروهای امنیتی بسیاری به این بخش از تبریز گسیل شدند تا با فشار بر خانواده حقی مانع از برگزاری مراسم شوند. در جریان این مراسم نیروهای سرکوبگر به حاضران هجوم بردند و تعدادی از مردم معترض را بازداشت کردند، اما شعار مردم بر سر مزار آیلار پاسخ آنان به نیروهای سرکوب بود. آیلار حقی، دانشجوی پزشکی دانشگاه آزاد تبریز، در جریان اعتراضات شهر تبریز در 25 آبان در شرایطی که به یک ساختمان پناه برده بود توسط نیروهای امنیتی به پایین پرتاب و به علت فرو رفتن میلگر در جسمش در دم جان باخت. پدر آیلار حقی در مراسم چهلم دخترش گفت: به من میگویند حق آیلار را بگیر. وقتی هیچ حقی در این کشور نیست چگونه حق او را بگیرم؟ این پدر داغدار با اشاره به گزارش‌های سراسر دروغ صدا و سیمای حکومتی درباره دخترش گفت: از گزارشگر صدا و سیما که آبرو و حیثیت آیلار حقی و خانواده‌اش را پایمال کرد نخواهد گذشت، چون همزمان گزارشگر و قاضی شد و حکم داد و آبروی آیلار حقی و خانواده‌اش را پایمال کرد. آن سوتر و در مهاباد مراسم چهلم آزاد حسینپور، کمال احمدپور و محمد احمدی، سه نفر از جانباختگان این شهر هم با حضور گسترده مردم برگزار شد. مردم مهاباد با سردادن شعار این مراسم را به صحنه اعتراض علیه حکومت تبدیل کردند. آزاد حسینپور 26 آبان در جریان اعتراضات مردمی مهاباد به دست نیروهای مزدور بسیجی کشته شد. محمد احمدی معترض 43 ساله فردای آن روز در تظاهرات مردم مهاباد با شلیک نیروهای سپاه جان باخت. کمال احمدپور هم روز 27 آبان در جریان تظاهرات مردم مهاباد با تیراندازی نیروهای نظامی امنیتی کشته شد. مراسم چهلم هیوا جان جان از کشته شدگان اعتراضات بوکان هم در حالی با حضور گسترده مردم معترض برگزار شد که نیروهای سرکوبگر پیش از آن آرامستان بوکان را محاصره کردند و تلاش می‌کردند تا از حضور مردم در این مراسم جلوگیری کنند، امری که با اصرار مردم با شکست روبرو شد. هیوا جان جان در تظاهرات 26 آبان 1401 همزمان با سالگرد کشته شدگان اعتراضات آبان سال 98 با شلیک مستقیم نیروهای سرکوبگر جمهوری اسلامی کشته شد. کرد و بلوچ برادران تشنه خون رهبران، بلوچ برادران تشنه خون رهبران، کرد و بلوچ برادران تشنه خون رهبران. شهرهای مختلف اروپایی دیروز صحنه تجمعات اعتراضی با خواست آزادی زینب جلالیان بود که از 15 سال پیش با سنگین ترین حکم سیاسی در زندانهای ایران به سر میبرد. تجمع کنندگان همچنین در حمایت از انقلاب زن زندگی آزادی شعار دادند. این تجمعات با فراخوان کمپین آزادی برای زینب جلالیان دستکم در شهرهای اسلوی نروژ، هامبورگ و کلن آلمان و استکهلم سوئد برگزار شدند. اعتراضات در 15 سال حبس زینب جلالیان به دنبال آن است که در روزهای گذشته جمعیت حقوق بشر کردستان از وخامت وضع سلامتی این زندانی سیاسی خبر داد. همچنین سرکوب شدیدی علیه سایر زندانیان سیاسی وجود دارد و خیابان‌های ایران در بیش از 100 روز گذشته صحنه خیزش انقلابی زنان بوده است. زینب جلالیان به جرم آزادی خواهی و هویت ملی خود به حبس ابد محکوم شده و مورد اذیت و آزار مدام نهادهای سرکوبگر رژیم ایران قرار گرفته است. او در زندان یزد صدها کیلومتر دورتر از محل زندگی خانواده‌اش به سر می‌برد و مقامات مسئول حکومتی واکنشی به خبر وخامت حال او نشان ندادند.
سخنرانان در تجمعات دیروز با اشاره به پرونده زینب جلالیان و ظلمی که به او به عنوان یک زن مبارز شده است، خواهان آزادی هرچه سریعتر او و کلیه فعالان دربند شدند. اینجا هم در استکهلم پایتخت سوئد نیز جمع کثیری از کردها و دوستانشان تجمع کردند. آلبرت جانسون، هنرمند سوئدی، با حضور در این تجمع ترانه‌ای را تقدیم تجمع کنندگان کرد. در بیانیه خبری معترضان همچنین در مورد وضعیت کنونی ایران اطلاع رسانی شد. شبکه حقوق بشر کردستان از حمله نیروهای رژیم ایران به سرنشینان یک اتومبیل خبر می‌دهد. در پی این اقدام سرنشینان اتومبیل زخمی و به دنبال آن بازداشت شدند. به گزارش این منبع حقوق بشری، روز یکشنبه 4 دی ماه نیروهای امنیتی رژیم ایران در جاده ماهیدشت کرمانشاه یک خودروی سواری را هدف تیراندازی قرار دادند که در نتیجه آن یک شهروند به نام شایان عزیزی زخمی شد. همچنین دو سرنشین این اتومبیل به نام‌های کورش ویسی و میلاد مرادی از سوی این نیروها بازداشت و به مکانی نامعلوم منتقل شدند. شبکه حقوق بشر کردستان از یک منبع مطلع خود نقل می‌کند دو شهروند ساکن شهرک دردرژ واقع در کرمانشاه به نام‌های کورش ویسی و میلاد مرادی پس از برگزاری اعتراضات مردمی در این شهرک از سوی نهادهای امنیتی مورد تهدید قرار گرفتند و روز یکشنبه 4 دی این دو شهروند به همراه یکی از دوستانشان به نام شایان عزیزی در حالی که با یک خودروی سواری در مسیر کرمانشاه به شاباد در حرکت بودند از سوی نیروهای امنیتی هدف تیراندازی قرار گرفتند و شایان عزیزی زخمی شد. شبکه حقوق بشر کردستان از قول منبع خود می‌نویسد کورش ویسی و میلاد مرادی از سوی این ماموران بازداشت و به مکانی نامعلوم منتقل شدند و شایان عزیزی نیز به یکی از بیمارستان‌های کرمانشاه انتقال یافته است. با وجود پیگیری و مراجعه خانواده این دو شهروند به دادگاه و نهادهای امنیتی و نظامی رژیم در کرمانشاه، تا کنون هیچ اطلاع وثیقی از سرنوشت این افراد به دست نیامده است. شماری از جوانان مهابادی با برافروختن آتش در خیابان و سردادن شعار تداوم قیام را نشان دادند. از سوی دیگر در تهران همزمان با شعار دادن شبانه نصب نوشته خیزشگران بر روی بنرهای حکومتی ادامه دارد. شش دی بنر اعتراضی خامنه ای به پایان سلام کن، هموطن به پا خیز، دیگه چه اتفاقی باید بیفته که به خودمون بیاییم. تهران ولیعصر. دیما ساعت 7:16 زنده باد آزادی. استوا شهر پیشه Я говорю, что я. 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 Я говорю, что я.
به دنبال آن که بیش از 100 روز تمام شعار مرگ بر دیکتاتور در خیابان‌های سراسر ایران اوقات بیت رهبری را تلخ کرد، دیروز شاهد یک نمایش نخنمای جمهوری اسلامی در شهرهای مختلف بودیم. شویی که به نظر تشییع پیکر 400 تن از کشته شدگان جنگ ایران و عراق بود، اما در حقیقت تلاشی بود از سوی حکومت برای قدرت نمایی در خیابان‌ها، حتی به قیمت صرف هزینه‌های سنگین مالی و بازی با احساسات خانواده کشته شدگان. جنگ خانمانسوز ایران و عراق در تابستان سال 1367 پس از 8 سال بی نتیجه به پایان رسید. جمهوری اسلامی با گرو نگه داشتن بقایای پیکر بسیاری از جانباختگان، از آنها در مواقع لزوم برای به راه انداختن شو حکومتی تحت عنوان شهدای گمنام استفاده می‌کند. در سال‌های گذشته بسیاری از خانواده جانباختگان در جنگ و جانبازان در پیام‌هایی برای افکار عمومی از جمهوری اسلامی که مرتکب فجیع‌ترین اقدامات ضد بشری شده اعلام براءت کردند. خیلی عظیمی از جوانان ایرانی در زمان جنگ که خیره‌سری‌های صدام و خمینی، دو دیکتاتور حاکم بر بغداد و تهران، عامل آن بود، برای دفاع از کشور و مردمشان به جبهه‌ها رفتند، بسیاری کشته و مجروح شدند. جمهوری اسلامی ولی بر خون آنها پایه‌های استبدادش را بنا کرد و در پی 4 دهه سرکوب مردم، همکنون از بقایای پیکر آنان برای لشکرکشی در خیابان و تهدید مردم آزادی‌خواه استفاده می‌کند. می‌خواهد با نمایش سیاهی لشکر در خیابان‌ها چنان وانمود کند که حکومتی مردمی است، غافل از آن که همه دیکتاتوری‌ها تعدادی مزدور و اوباش و حقوق بگیر دارند. اکنون هم نگاهی می‌اندازیم به صفحه اول برخی روزنامه‌های چاپ امروز صبح تهران. اعتماد ریشه قیام‌ها از 96 تا امسال را بررسی می‌کند و می‌پرسد چرا نظام غافلگیر شد. ابتکار هم پیگیر تحولات مذاکرات نجات برجام است. توپ برجام در زمین کیست؟ اطلاعات سخنرانی رئیسی در مراسم حکومتی دیروز را پوشش خبری داد. کیهان هم تمام صفحه اولش را به مراسم حکومتی دیروز اختصاص داد. فرهیختگان از گرانی دلار و سکه و آشفت بازار مسکن نوشت و به معاون اول رئیسی طعنه از بیخبری زد. کمیته اجرایی حزب کارگران کردستان پیکه که در یک بیانیه به فرار نیروهای رژیم اشغالگر ترکیه از نقاطی در زاب و همچنین به کشتار جمعی پاریس پرداخت. حزب کارگران کردستان در این بیانیه به عقب نشینی نیروهای اشغالگر ترکیه در بسیاری از نقاط کوهستانی زاب که ماها برای اشغال آن تلاش می‌کردند اشاره کرد، در حالی که ضربات سنگینی را از گریلاهای هپگو و یژستار متحمل می‌شدند. پیکه به معدوم سازی و سوزاندن اجساد نظامیان کشته شده ارتش ترکیه به دستور حکومت این کشور جلب نظر کرده و میگوید آنها که حتی اجساد نظامیانشان را با خود نبردند، در هشتمین ماه جنگ شکست خوردند و از ده ها نقطه فرار کردند. این بیانیه تصریح میکند پس از شکست در فوریه 2008 این دومین شکست بزرگ ارتش ترکیه در زاپ است. همانطور که شکست کوبانی آغازی بر پایان فاشیسم داعش بود، شکست زاب نیز آغاز پایان فاشیسم رژیم حاکم بر ترکیه است که در مقابل سیاست دموکراتیک در شمال کردستان و ترکیه نیز شکست خواهد خورد و به زبالدان تاریخ پرتاب خواهد شد. پیکه به منزوی سازی رهبر آپو در امرالی، سرکوب گسترده فعالین سیاسی احزاب داخلی هدیپو و بدیپو،
دستگیری میهندوستان و خبرنگاران و شکنجه زندانیان سیاسی کرد از سوی دولت ترکیه پرداخته و میافزاید در 23 دسامبر همچنین یک حمله شریرانه به مرکز فرهنگی احمدکایا در پاریس انجام شد که تیان عبدالرحمن قزل و میرپرور به همراه رفیق اوینگویی مبارز بسیار ارزشمند حزبمان شهید شدند. این واکنشی وحشیانه از سوی دولت ترکیه به شکست در زاب بود. این بیانیه میافزاید دولت فاشیستی ترکیه وقتی نتوانست گریلاهای آزادی کردستان را شکست دهد، سعی در گرفتن انتقام از غیر نظامیان میکند. پیکه میگوید مهم نیست شخص مهاجم چه کسی است و چگونه آماده شده بود، چون که تصمیم کشتار پاریس را اردوغان گرفت و طراح و مجری آن هاکان فیدان مستشار دستگاه جاسوسی ترکیه موسوم به میت است. این بیانیه از دولت فرانسه خواست این حقایق را بداند و جنایتکاران واقعی را در یک محاکمه منصفانه آشکار کند و مورد بازخواست قرار دهد. پیکه میافزاید نمایندگان خلق کرد در فرانسه که با مبارزه قهرمانانه با داعش از مردم فرانسه در برابر این بلای جهانی محافظت کردند، باید از امنیت خود اطمینان حاصل کنند. اگر در پی ترور سکینه جانسز و یارانش دادگاهی عادلانه کشتار 9 ژانویه 2013 را مورد بررسی قرار میداد، واضح است که کشتار 23 دسامبر 2022 اتفاق نمی افتاد. سیامند معینی رئیس مشترک حزب حیات آزاد کردستان پژاک در بخش پایانی از گفتگو با خبرگزاری فرات مسئله اتحاد و بلوکبندی در میان احزاب و جریان‌های شرق کردستان را تحلیل می‌کند و بر ضرورت اتحاد و انسجام تاکید دوباره می‌کند. معینی همچنین نقش جوانان در انقلاب زن زندگی آزادی را از منظر جنبش آزادی‌خواهی کردستان مورد واکاوی قرار داد. خبرنگار فرات میپرسد بعد از نخستین دیدارتان بعد از انقلاب ژنژیان آزادی با کومله سازمان کردستان حزب کمونیست ایران، برخی از ناظران گفتند در آینده کردستان دو جبهه چپ و راست دوباره شکل میگیرد، جبهه چپ که در مقابل مرکز همکاری های احزاب کردستان است. شما این تحلیل را چگونه ارزیابی میکنید؟ سیامند معینی در پاسخ میگوید من این را تحلیلی دقیق نمیبینم. در واقع هیچ جبهه‌ای وجود ندارد که در مقابل جبهه دیگر قرار بگیرد. شاید مراکز و همکاری‌های مشترکی بین احزاب خاصی وجود داشته باشند و البته این مسئله کاملا طبیعی است، اما در نهایت در مرحله نهایی خلق ما نیازمند اتحاد و انسجام است. انسجام به این معنا که تمام احزاب و نهادهای مدنی و سیاسی لازم است در یک جبهه متحد علیه حاکمیت و اقتدار رای مرکزگرا مبارزه کنند. در این جایگاه و نقطه است که هیچ گونه نیازی به بلوک بندی و جبهه بندی احزاب کردی در مقابل یکدیگر وجود ندارد. در نهایت انتخاب ما قرار گرفتن در جبهه ای است که علیه جمهوری اسلامی ایران است. هر جبهه ای اگر علیه جمهوری اسلامی ایران وجود داشته باشد، پژاک خود را در آن واجد نقش می‌یابد. همان گونه که اشاره کردم ما در جبهه خلق قرار داریم. حال ناظران هر گونه تحلیلی را که ارائه کنند خود مختارند. خبرنگار فرات در آخرین سوالش میپرسد حرکت آزادی بخش خلق کرد در مرحله نوین با پیشاهنگی جوانان کرد در دانشگاه ها آغاز شد. شهدایی مانند شهید آکیف، آزاد بوکان، مانی و غیره و غیره، آخرین شهید مرحله کنونی هم شهید رزان، همگی از نخبگان دانشجویی بودند که نقشی مهم را در حرکت جدید خلق کرد آغاز کردند. شما به عنوان رئیس مشترک پژاک چه سخنی برای نسل بعد از شهدای نسل اول دارید؟ رئیس مشترک پژاک جوانان و زنان را دینامیزم جریان انقلاب می‌داند و در ادامه می‌گوید در انقلاب ژنژیان آزادی نیز این زنان و جوانانند که نقش پیشاهنگی را بر عهده گرفتند. شهدایمان رزان، سیروان، آکیف و غیره و صدها رفیق دیگر همگی از دانشگاه‌ها به صفوف مبارزاتی پیوستند. برای دستیابی به آزادی، دموکراسی و عدالت اجتماعی بسیاری از این جوانان هم‌اکنون همچنان مشغول مبارزه در صفوف مقدمند. اما مسئله مهم بقای روح رادیکالیسم انقلابیگری در میان جوانان است. با داشتن چنین روحیه‌ای در مقابل هر گونه ذهنیت مرتجع، مردسالار و اقتدارگرا و عقب مانده میتوان مبارزه کرد. خوشبختانه همکنون هم انقلاب ژنژیان آزادی وارد مرحله جدید شده و از تکامل نیز برخوردار است. این انقلاب از شرق کردستان آغاز شد و به مناطق دیگر ایران نیز رسید. به عنوان یک شعار به همه جا رسیده، اما لازم است که این شعار در ابعاد
بنیاد فلسفی فکری در چارچوب پارادایم جدید هم بر آن تمرکز شود و این پارادایم فکری در تمام ایران تثبیت و نهادینه شود، تا در نهایت شرق کردستان و ایران به عنوان مدلی در تمام خاورمیانه به نمونه‌ای برای تحقق آزادی، دموکراسی و عدالت اجتماعی تبدیل شود. این تحول از شرق کردستان آغاز شده و می تواند مبنای ماندگاری برای تحقق این سه محور باشد، تا بعد از جمهوری اسلامی ایران تحول عمیق در جامعه ایجاد شود، به نمادی برای تمامی خاورمیانه تبدیل شود. این مسئله نیازمند به فعلیت در آوردن پتانسیل‌های زنان و جوانان است و تحقق این پتانسیل هم تا حدی خود را در انقلاب اخیر ژنژیان آزادی باستاب داد. جوانان با برخورداری از روحیه انقلابیگری در دانشگاه‌ها و در سطوح بالا به کنش سیاسی اجتماعی خود دست زده و آن را تداوم می‌بخشند. آنها می‌توانند ذهنیت جامعه را تغییر دهند. منظورم از تغییر فقط تغییر فیزیکی نیست، منظور تغییر ذهنیت جامعه برای تحول رادیکال و انقلابی فکری و فلسفی است. زیرا هر انسانی اگر به این بلوغ فکری دست یابد که آزادی و تحقق آن یکی از مهمترین رویاهای بشری است، در آن صورت است که ذهنیت ارتجایی ملی‌گرایی افراطی و شوونیسم دیگر در جامعه جایگاهی نخواهد یافت. شاید این گفته آرمانی به نظر برسد، اما ما به عنوان بخشی از حرکت آزادی بخش کردستان در راستای تحقق و دستیابی به این آرمان شهر گام برداشته ایم. ما همه برای دستیابی به آن تلاش می‌کنیم. قدم‌های نخستین را برداشته‌ایم. سیامند معینی، رئیس مشترک حزب حیات آزاد کردستان پژاک، در پایان این گفتگو تصریح می‌کند: جوانان اکنون در شرق کردستان و ایران در حال مبارزه‌اند. جوانان در حال نگاشتن سطور تاریخ‌اند. در بطن فرایند نگاشتن تاریخ قرار دارند. جوانان نباید کار خود را دست کم بگیرند. درست است که در این انقلاب و وضعیت کنونی انسان‌های بسیاری با برخورداری از روحی بزرگ جانشان را فدا می‌کنند. درست است فقدان این جوانان ضایعی بزرگ برای خانواده‌ها و جامعه محسوب می‌شود، اما چاره دیگری نیست. باید با سیستم دیکتاتوری مبارزه کرد. ما راه مبارزه را برگزیده‌ایم، همان گونه که رفیق رضوان می‌دانست راه مبارزه به شهادت منتهی می‌شود. بی هیچ تردیدی تضمین می‌کنیم که با مبارزه بی امان به آزادی می رسیم. در نهایت خلق مان و خلقهایی که برای آزادی مبارزه می کنند به آن دست خواهند یافت. آرزو دارم من هم از کسانی باشم که شاهد تحقق آزادی اند. بینندگان تلویزیون آریان، به اطلاعتون می رسونم نیروهای مدافع افرین، نیروهای رهایی بخش افرین اعلام کردند در مجموع عملیاتی که از سوی مبارزین این نیروها صورت گرفته، 4 مرکز نظامی رژیم اشغالگر ترکیه در این منطقه مورد هدف قرار گرفته. در نتیجه این عملیات‌ها حداقل 12 نظامی و تبهکار وابسته به رژیم ترکیه کشته شدند. اما همکنون مستقیماً به حضور روزرین کمانگر از اعضای شورای مدیریتی جامعه زنان آزاد شرق کردستان کجار می‌رسیم. خانم کمانگر، وقت عالی بخیر. سلام شما و همه عزیزان تلویزیون آریا. خانم کمانگر، طی روزهای اخیر شاهد این بودیم که مردم در شرق کردستان، در نقاط مختلف جغرافیای ایران، مراسم 40 شهدای آزادی رو خیلی پرجوش و خروش و گرم برگزار کردند. از طرف دیگه از ابتدای قیام کجار کمپینی رو برای صیانت از دستاوردهای انقلاب زن در شرق کردستان و ایران اعلام کرد. حضور مردم در مراسم شهدای آزادی در شرق کردستان در ایران تا چه حد همراستا بوده با انتظارات کمپینی که شما اعلام کردید؟ بدون شک ما 100 روز رو پشت سر گذاشتیم. در طول این 100 روز مقاومت‌های بسیاری صورت گرفت. پیشنگ زنان همچنان مستمر ادامه داره و در طول این 100 روز ما شاهد بودیم که اون شعار ژن ژن آزادی یا زن زندگی آزادی، اهداف و حتی پارادایم و ایدئولوژی که پشت اون هستش و تکیه کرده بر اون، کاملا داره تحقق پیدا میکنه. چیزهایی هستش که ما به وضوح شاهدشون هستیم، نشان از یک فرهنگ، نشان از یک شیوه حیات و نشان از یک پارادایم و حتی یک جهانبینی برای آینده از اون داره خبر میده. ببینید 100 روز گذشت، اما در طول این 100 روز ما شاهد بودیم که خلق شرق کردستان و ایران
ایران چطور مبارزه کردند، چطور مقاومت کردند. هر چهلوم الان دیگه به یک فرهنگ تبدیل شده که شهید نمیمیره، ما ادامه دهنده راه شهدا هستیم. هر چهلوم به یک مکان و زمانی برای تجدید میثاق با تمام شهدا از سوی خانواده های اونها علی خصوص و تمام جامعه کردستان و ایران مبدل شده. در طول چند روز اخیر ما خودمون شاهد بودیم باید دیگه در منطقه آذربایجان، کردستان و سراسر ایران اینکه حمایت ها همچنان از هم دیگه ادامه داره و اینکه جامعه شرق کردستان و ایران یک هدف رو مشخص کرده برای خودش و اون هم رسیدن با آزادی هستش. برای برساخت جامعه آزاد دارن مبارزه میکنن. هدف از روز اول مشخص بود، سطح مطالبات مشخص بود، موضع خلق ها رادیکال بود، پیشاهنگ جامعه یعنی زنان و جوانان از همون روز اول تصمیم گرفتند که به هدفشون برسن و تصمیم گرفتن که خودشون مدیریت کنن. تصمیم گرفتن که دیگه اون تعاریف ابژگونه‌ای که حاکمیت برای اونها ارائه داده رو قبول نکنن و به عنوان یک فردی که میتونه، فرد و جامعه‌ای که میتونه تصمیم گیرنده باشه، برای خودشون تصمیم بگیرن، برای آیندهشون تصمیم بگیرن. اینها اهداف و مطالباتی هستش که از همون روز اول مشخص بود. ببینید نظام خیلی سعی کرد که حالا سطح مطالبات رو تقلیل ببخشه با جنگ ویژه‌ای که داره انجام میده، خانواده ها رو مجبور کنه که به عقب برن و پاپس بکشن از مطالباتشون، اما به هیچ کدوم از اهدافش نرسید. ببینید خلق کاملا سازمان یافته عمل کرد، ارائه راهکارهایی همچون اعتصاب، اعتراض، دعوت تمام شهرها به این مبارزه، اینها از روز اول بود و تا الان هم با استقرار داره ادامه پیدا میکنه. حمایت هایی که در خارج از مرزهای ایران صورت گرفت، همچنان در سراسر کردستان حمایت صورت میگیره. این یعنی چی؟ یعنی مطالبات آزادخانه خلق ها هر کجا که باشه در سراسر دنیا افراد خاص خودش میطلبه و اینکه هر جامعه ای الان در این شرط حساس نیاز داره به اینکه خودش تصمیم گیرنده باشه و خودش بتونه برای آیندهش تصمیم بگیره، برای جامعه آزادش تصمیم بگیره و اینکه حاکمیتی که مردسالار هست، حاکمیتی که دیکتاتور هست، حاکمیتی که تفاوتمندی ها رو به حاشیه میکشونه نمیتونه برای اونها تصمیم بگیره. اینها موضوعاتی هست که در طول این 100 روز ما شاهدش بودیم. خب با این حساب از همون روز اول هم گفتیم تا الان هم همچنان ادامه داره. این رو میتونم قاطعانه بگم که این قیام ها هیچ وقت سرکوب نخواهد شد، چون پایه قیام رو مردم پایه ریزی کردن، پایه قیامی که حالا ما خیزش انقلابی و حتی مبارزه برای انقلاب از اون نام میبریم. خب با این حساب میشه گفت که اهداف روشن هست و مردم هم با توجه به هدف خودشون دارن گام برمی‌دارن. شما پرسید که تا چه اندازه با کمپین کجاری که ما اعلان کرده بودیم در ارتباط هستش. خب 100% در ارتباط هست. ببینید ما با توجه به شناختی که از پتانسیل شرق کردستان و ایران داشتیم، با توجه به اینکه مبارزات بسیاری همچون کجار، فعالیت‌های بسیاری همچون کجار در داخل ایران صورت گرفته و شرق کردستان، خب با توجه به این شناخت ایجاد همچین کمپین رو ما الان تو این موقعیت بسیار لازم دونستیم. با توجه به درخواست ها و مطالبات زنان علل خصوص فکر میکنم وجود چنین کمپینی لازم هستش و این کمپین نه در سطح شرق کردستان و ایران فعالیت نموده. ببینید در از روز اول ما تونستیم که با زنان بخش های دیگر کردستان، با زنان خاورمیانه، زنان عرب در خارج از یعنی خاورمیانه در سطح غرب ارتباط برقرار کنیم و همگی رو، همه اونهایی رو که مدعی آزادی هستند و برای مبارزه دارند، برای آزادی دارند مبارزه میکنند، دعوت کنیم به حمایت از این کمپین. و خوشبختانه من این رو میتونم بگم که استقبال بسیاری صورت گرفت. همین دیروز 26 ماه بود که دیگه بار دیگه دیدیم زنان در رژاوا به حمایت از شرق کردستان پرداختند. از همون روز اول رژاوا موضعش کاملا قاطع و رادیکالانه بود و در این باره به حمایت پرداخت. ما 26 ماه هم این رو شاهد بودیم. همزمان با این حمایت ها که از کردستان صورت گرفت برای، یعنی از بخش های دیگر کردستان صورت گرفت برای ایران و شرق کردستان، در اروپا هم همچنان میبینیم که فعالیت هایی به نام کجا در حال اجرا هستش. یعنی هم زمینه
هم این که حالا از بعد تئوری و این که از بعد نظری ما این رو ارائه دادیم، بیانیه هایی که صورت گرفت و همین که زمینه پراتیزه کردن تمام نکاتی که در بیانیه هامون بهشون اشاره کرده بودیم، این زمینه رو فراهم آوردیم. در این رابطه هم ارتباطات بیشتر شد و همین که تونستیم که زمینه اتحاد رو فراهم بیاریم تا حدودی. بسیار خوب خانم کمانگر، بسیاری از زندانیان سیاسی، حتی برخیشون که مهمان برنامه‌های ما بودند، یادآور شدند که شعار ژنژیان آزادی، زن زندگی آزادی رو اولین بار در زندان اوین از زبان شهید شیرین علم‌حولی شنیدند و یا سایر زندانیان جنبش آزادی خواهی و مبارزینی که در این راه قدم گذاشتند و مبارزه کردند. الان ما شاهد این هستیم، یکی از پیشگامان این آزادی خواهی که در چارچوب اون فلسفه مبارزه کرده، منظورم خانم زینب جلالیان هست، بیشتر از 15 ساله در زندان، اون هم در زندانی که در شرایط ویژه‌ای هست. چقدر لازمه و چقدر ضروریه و جا داره که زنانی که الان وارد عرصه مبارزه شدند و شعار ژنژیان آزادی رو سر لوحه کارهای خودشون قرار دادند، از زنانی مثل زینب جلالیان صیانت کنند و برای آزادی زینب جلالیان و زینب جلالیان ها مبارزشون رو تسریع ببخشند؟ ببینید، تعریف زندان هم برای دولت متفاوت هستش، هم برای جنبش آزادی خواهانه. زندان در تعریف دولت و حاکمیت جایی هستش برای پشیمان شدن و اینکه تو ابراز پشیمانی کنی از گامی که برداشتی، تو رو مجبور کنن که دیگه به اهدافت نرسی، دل سرد شی از مبارزه و در نهایت بشی مهره سوخته ای که خود حاکمیت میخواد. اما در تعریف آپویی، در تعریف مبارزات زنان در شرق کردستان، ما این رو شاهد بودیم که زندان تعریف دیگه ای پیدا کرد. یعنی اینکه به جایی برای افزایش سطح مبارزه مبدل شد. الان در ایران زندان شده آینه تمام نمای جامعه. یعنی چه؟ یعنی اینکه ارتباط کاملا مشخص و بارزی هستش بین زندان و خود جامعه. خود جامعه از مبارزات زندان داره الهام میگیره و این زندان به منبع و سرچشمه پرسپکتیو و رهنمود برای خود مردم مبدل میشه. اگر جامعه نگاه کنه که پیشاهنگان مبارزی داره، مطمئناً اون امید در دل خود جامعه هم دوباره به وجود میاد که مبارزه کنه، چون پیشاهنگانشون دارن این کار رو انجام میدن و از اونها هم میخواد که حمایتشون کنن. زینب جلالیان یکی از زنان زندانی هستش که 15 سال تقریبا در حال مبارزه هستش. هیچ گونه آگاهی از اون در دسترس نداریم. الان در طول این 15 سال ما شاهد بودیم که خود حاکمیت تا چه اندازه از همه لحاظ به زینب جلالیان حمله برد. جنگ ویژه‌هایی که علیه زینب در طول این 15 سال صورت داد، شکنجه روحی، شکنجه فیزیکی، اینها رو همه شاهد بودیم و در طول دوره‌های مختلف ما اینها رو مطرح کردیم. اما در چه موقعیت حساسی، علل خصوص توی این 100 روز، خیلی جای سوال داره که چرا تا الان، شاید به هر کسی این سوال باشه، تا الان هیچ خبری از زینب عزیز در دسترس نیست. ببینید، و این همه ما رو نگران ساخته. در حقیقت فعالیت هایی که در الان داره صورت میگیره این هستش که لازم هست در اسرع وقت از ایشون خبری به ما برسه، چون موجب نگرانی کل جوامع بین المللی شده. همونطور که در تصویرها خودتون هم شاهد هستید، در خارج از در اروپا هم در طول چند روز اخیر کمپین آزادی برای زینب جلالیان دوباره در سطح فعالیتش رو از نو سر گرفته و در طول این چند سال هم مبارزه فعالیت نموده بود در این باره. ببینید، الان هر کسی که برای آزادی داره مبارزه میکنه، مطمئن باشید که خواهان آزادی زینب جلالیان هستش، خواهان اینکه حالا از اون خبری به دسترس برسه هستش. چرا؟ چون زینب جلالیان تنها زینب جلالیان نیست. زینب جلالیان به صدای تمام زنان آزادی خواه مبدل شد. زینب جلالیان همون زنی بود که تحت فکر و فلسفه ژنژیان آزادی داره مبارزه میکنه و مطمئن باشید در زندان هم به الگو و نمونه بسیاری برای زنان مبارز در زندان هم مبدل شده، همونطوری که شیرین علم‌حولی در زمان زندان خودش تونست که به نمونه و الگوی برای کل زنان و جامعه مبدل بشه.
خانم کمانگر، جمعه گذشته حمله تروریستی علیه مرکز فرهنگی کردستانیان در شهر پاریس اتفاق افتاد. این حمله همزمان بود با دهمین سالگرد، در آستانه دهمین سالگرد کشتار جمعی 3 زن مبارز کرد در پاریس صورت گرفت. برخی معتقدند این حمله تنها یک حمله تروریستی نجات پرستانه کور بوده علیه کردها، برخی دیگه اون رو بسیار گسترده تر و عمیق‌تر از این میدونند و معتقدند که باید اون رو در پرسپکتیو ضدیت دولت‌های مرسالار منطقه مثل جمهوری اسلامی و یا رژیم ترکیه علیه آزادی خواهی زنان دونست. نظر شما چیه؟ ترکیبی از هر دو تا، من میگم باید خیلی عمیق‌تر به قضیه نگاه کنیم. ببینید، در آستانه دهمین سالگرد 3 زن مبارز کرد، رفیق سکینه جانسز و رفقای دیگرمان هم ادای احترام میکنم و یاد خاطرهشون رو گرامی دارم. همین که ببینید در آستانه شهادت هر سه رفیق مبارزمون، هر سه زن پیشاهنگ کردستان، شاهد قتل عام دیگری در پاریس بودیم، در کشوری که مدعی آزادی خواهی هستش، در کشوری که از دموکراسی صحبت میکنه، در کشوری که دست یاری و حمایت به زنان در ایران دراز میکنه و از اونها، از آزادی اونها صحبت میکنه، دعوت میکنه کسانی رو از ایران که برن در پاریس حضور پیدا بکنن و از حمایت اونها صحبت میکنه. ببینید چطور میشه که یک دولت از حمایت از جنجیان آزادی و انقلاب که در کردستان و ایران در حال اجرا و جریان هستش صحبت کنه، از طرف دیگه زنان مبارز کرد رو مورد هدف قرار بده. این ضدیت و تناقض کاملا آشکار هستش. اگر وضعیت، اگر کیس و نمونه، یعنی پرونده رفیق سکینه جانسز و رفقای دیگه کاملا حل شده بود و بهش بررسی میشد، الان ما شاهد چنین قتل عام دیگه نبودیم. یعنی اینها مطمئن باشید که بدون برنامه‌ریزی نیست، مطمئن باشید که با هماهنگی کامل دولت‌های همچون دولت فاشیست ترکیه و ایران در حال اجرا هستش، ارتباطات کاملا مستقیمی، یعنی پشت پرده‌هایی وجود داره و اینها موضوعی هستش که ما به عنوان خلق کل باید ازش درس بگیریم. یعنی اینکه الان شما شاهد می‌کنید کل طول این یک هفته مردم در اروپا یک لحظه از پا نشستن و این خشم مردم رو نشون میده که چطور پیشاهنگانشون رو مورد هدف قرار میدن و موضعی کاملا رادیکالانه هستش و بعد از این هم باید سکوت نکرد در برابر این وضعیت. هر کجا که باشیم ما طلب آزادی داریم، هر کجا که باشیم ما مدعی برساخت مدرنیته دموکراتیک هستیم. در اصل ما با یک مدرنیته سرمایه‌داری داریم صحبت میکنیم که مخالفین اصلیشون همین زنان پیشاهنگ هستن. خب مسلمه که اونها رو مورد هدف قرار بدن، اما صیانت از این شهدا وظیفه اصلی ما هستش. اینجا مسئله، این رو هم بگم که فقط مسئله کرد نیست. ببینید، خلق کرد در حال مبارزه هستش به خاطر اینکه بتونه به نمونه‌ای برای کل خاورمیانه و جهان مبدل بشه. این اصل قضیه هستش. خب شخصیت کرد آزاد پیشاهنگ برساخت مدرنیته دموکراتیک هستش و این میتونه به یک دلگرمی برای سایر خلقهای منطقه مبدل بشه و به تهدیدی بزرگ برای نظام سرمایه‌داری. و همین دلیل هستش که از کردستان تا اروپا زنان پیشاهنگ و مبارز مورد هدف قرار میگیرند. اما مطمئن باشید، همونطور که خودتونم در اخبارتون شرح دادید، هیچ کدام از این تهاجمات موجب نخواهد شد که افراد آزادیخواه، پیشاهنگان آزادیخواه پا پس بکشند و مبارزه نکنند. بسیار خوب. به عنوان سوال آخرم خانم کمانگر، شاهد این هستیم که در بلوچستان زنان بلوچ در تداوم قیام انقلابی زن زندگی آزادی بسیار شجاعانه به میدان اومدن. پیام شما به عنوان زنان انقلابی کردستان برای مردم بلوچ، خلق بلوچ و به ویژه زنان بلوچی هست متشکرم. اگر کوتاه بفرمایید. مسلماً از همون روز اول هم خلق بلوچستان بسیار فعالانه عمل کردند در فضای بسته و سنتی که در بلوچستان شاید هستیم. حضور زنان در این
عرصه بسیار بسیار های اهمیت هستش. ببینید ما مستقیما باشون ارتباط داریم و وقتی که از خودشون میگن، از مبارزاتشون میگن، از شرایط زندگیشون میگن، از سختی هایی که متحمل میشن میگن، آدم واقعا دلگرم میشه به این حضور، به این مبارزه، به این فعالیت، به این شکوندن حصارها و پیشاهنگیشون. بدون شک های اهمیت هستش. حضور چنین زنانی در بلوچستان باعث میشه که مردم در سراسر ایران دوباره دلگرم بشن و مبارزه کنند. به نظر من اگه تا الان زنان حضور پیدا کردند در این هفته های اخیر ما شاهدش بودیم، خودش میتونه زمینه رو برای حضور سایر زنان و دعوتی بشه برای سایر زنان به این مبارزه. من میگم دوباره به جسارتشون، به ارادهشون دوباره تبریک میفرستم و مطمئن هستم که در کنار همدیگه، ما با همدیگه میتونیم پیروز بشیم. زنان کردستان بله پیشاهنگی این قیام و این خیزش رو بر عهده داشتن، اما این خیزش، این انقلاب و این جامعه آزاد مختص هستش به کل ایران. از همین جهت لازم هستش که همه زنان در اون مشارکت کنند و مطمئن باشید که با وجود همین تفاوتمندی ها و با وجود همین زنان پیشاهنگ هستش که این قیام به انقلاب میرسه و مبارزه به پیروزی. زرین کمانگر، عضو شورای مدیریتی کجار، همگامی و همدلی و همبستگی زنان در اقصا نقاط جغرافیای ایران رو منجر به پیروزی انقلاب زن زندگی آزادی میدونید. متشکرم از اینکه مهمان این ویژه برنامه کیوسک بودید. زنده باشید. متشکرم از دعوتتون. افزایش سرسام‌آور قیمت خودرو در ایران موضوع بحث محافل و رسانه‌های کشور است. مقامات رسمی به جای توضیح اقدام به توجیه می‌کنند. درآمد حاصل از افزایش قیمت خودروهای بی‌کیفیت داخلی اما به جیب چه فرد یا افرادی می‌رود؟ آنها چه کسانی‌اند؟ طبیعتاً این درآمد به نوعی به خزانه جمهوری اسلامی می‌رسد که از رأس تا ماتحتش فاسد است. ابراهیم رئیسی اما می‌گوید از دلایل گرانی خبر ندارد و قیافه بیخبرها را به خود می گیرد. در پی افزایش عجیب و غریب قیمت خودرو، واکنش‌های زیادی از سوی ایرانیان دیده می‌شود که قرار است هزینه‌های آن را بپردازند. یک خودروی معمولی ساخت ایران مانند پراید، معادل ماه‌ها و سال‌ها حقوق کارگران و کارمندان است. این در حالی است که از لحاظ کیفیت، خودروهای داخلی در سطح وحشتناکی‌اند. مردم کوچه و خیابان برای نمونه پراید را با قوطی کبریت مقایسه می کنند، چون که هنگام تصادف هر ضربه ای از هر کجا بخورد کل ماشین مچاله می شود. خودروهای داخلی که به قیمت گزافی فروخته می شوند قاتلان خاموش سالانه هزاران ایرانی اند که محاکمه و مجازات نمی شوند. سود این خونها به جیب چه کسانی می رود؟ این سوال آبش کم و بیش پیداست. ردپای این خون ما را از کارخانه های خودروسازی داخلی به دفاتر کارگزاران در وزارت صنعت و سردسته های آنان در دولت و حکومت ایران می رساند. حالا که قیمت خودرو در حال افزایش و خارج از کنترل است، ابراهیم رئیسی دوباره ظاهر شد و سعی کرد بگوید خبری از دلایل قضیه ندارد. مردم میگن که من دارم از کدم از کف بازار صحبت میکنم. مردم میگن علتی چی شد که این هفته قبل قیمت بود الان قیمت شده؟ توی این هفته چه اتفاقی افتاد؟ او به دلیل سرکوب گسترده مردم معترض ایران در خیابانها مشروعیت صحبت کردن به زبان آن مردم را ندارد، اما کماکان با عوام فریبی از زبان همان مردم حرف میزند و میپرسد توی این هفته چی روی داد که فلان چیز گران شد.
رئیسی میداند در این هفته و هفته های قبل از آن کشتار شد، میداند که دزدی و فساد شد، میداند که رشوه ها دریافت شد، میداند که دوستان و یارانش فربه و فربهتر شدند به قیمت هرچه بیشتر نحیف شدن مردم ایران، مردمی که انبوهی از آنان آرزوی خرید یک خودروی سواری را به خاطر قیمت بسیار گزاف آن به گور میبرند. وقتی مملکتی صلح و ثبات و آزادی ندارد و انسانیت از حکومت آن رخت بربسته باشد، آن وقت است که سرمایه گذاران فرار می کنند، احتکار آغاز می شود و گرانی و تورم سر و کله اش پیدا می شود. بماند که شرارت های نظام مردم ایران را سالیان دراز زیر جنگ و تحریم نگه داشته است. نابسامانی اما محدود به بازار خودرو نیست، همه چیز گران و گرانتر شده، آن هم روی دوش مردمی که طبقه پایینی آن دیگر تاب تحمل هیچ وزن بیشتری را ندارد، کمر آنها زیر بار گرانی خم شده است. ریال ایران در حالی به کمترین ارزش خود در برابر ارزهای خارجی رسیده که جمهوری اسلامی همچنان ادای اقتدار در می آورد. در امپراتوری دروغ نمیتوان که به دنبال راستی از زبان مقامات گشت. برخی ناظران میگویند دولت رئیسی با کسری بودجه مواجه است، پس تورم مصنوعی میسازد تا کسری بودجه را جبران کند. این بودجه کشور نیست، بودجه آقایان است که پس از قریب نیم قرن دزدی هنوز به نظر مفلوک و گرسنه اند. رئیسی میگوید متاسفانه بخش خودرو به محلی برای فضاسازی علیه دولت تبدیل شده. اما کدام فضاسازی؟ نگاهی به آمار نشان می‌دهد در دوره رئیسی سیر صعودی افزایش قیمت‌ها ادامه داشته، در حالی که او قول می‌داد چنین نشود. گزارشاتی که الان میرسه بعضن اینکه قیمت خودرو تغییر کرده، این به هیچ عنوان امر پسندیده نیست. او گفته بود زنجیره قیمتگذاری در خودرو باید عادلانه شود، ولی با حکومتی ظالمانه چطور می شود قیمتهای عادلانه داشت؟ این سؤالی است که پاسخ عینی آن را در ایران می بینیم. مطهر شفیعی از روزنامه آرمان ملی گزارشی دارد در مورد اظهارات بدور از واقع نمایندگان مجلس و ادعاهای آنها که هر از چند گاهی خبرساز می شود. این روزنامه نگار با توجه به طرح‌های جنجال برانگیز برخی نمایندگان مجلس و دولت مردان به صحبت‌های اخیر نماینده رباط کریم در مجلس شورای اسلامی اشاره می‌کند. حسن نوروزی گفته یکی از متخصصان ایران ماشین‌های آبسوز تولید کرده و معتقد است می‌توان با 10 میلیون تومان همه خودرو را آبسوز کرد. با این کار آلودگی هوای مراکز استان‌ها تهران رفع می‌شود. ترافیک تهران مشکل بزرگی است و اقداماتی مانند طرح کاهش آلودگی هوا نتوانست علاجی برای این مشکل باشد. اما ارائه مطالب عجیب از سوی نمایندگانی که باید اطلاعات حداقلی از موضوعات داشته باشند قابل تأمل است. روزنامه‌نگار آرمان ملی با تاکید بر اینکه خودروی آبسوز مورد ادعای این نماینده مجلس کاملاً بدور از هر نوع مبنای علمی است به گذشته چنین کلاهبرداری‌ها و شایعاتی در ایران اشاره می‌کند. البته گزارش‌های غیر علمی و ادعاهای بدور از هر نوع واقعیت در مورد مسائل علمی و فنی تنها به این مورد خلاصه نمی‌شود و تبلیغات سپاه پاسداران مبنی بر کرونایاب مستعان که در روزهای اول شیوع کرونا در ایران از سوی بنگاه‌های خبررسانی حکومتی در مورد آن سخن بسیار گفته شد، از نظر روزنامه‌نگار آرمان ملی به دور نمانده است. در بخش دیگری از این گزارش مطهر شفیعی به اظهارات عجیب و غریب نمایندگان مجلس در این روزها اشاره می کند و می نویسد فارغ از طرح دستاوردهایی که تایید نشده، برخی نمایندگان اظهاراتی دارند که در شأن جایگاه آنها نیست. مانند یعقوب رضازاده نماینده سلماس در مجلس 11 که از وزیر بهداشت درخواست می کند پرستاران و لیسانس‌های مامایی که در دوران کرونا جان خود را از دست دادند به ادامه کار و خدمت بازگرداند. برای اطلاع از تازه ترین اخبار و خبرها لاوان محمدی از مرکز خبر تلویزیون آریان با ماست. لاوان. بله پیام، اول میخوام به یک در واقع به بیانیه یا گزارش شورای هماهنگی تشکرهای صنفی فرهنگیان ایران اشاره کنم که با این عنوان تلاش برای جدایی دانش آموزان از خیزش زن زندگی آزادی که طی روزهای اخیر
در واقع مسئولان آموزشی شهرهای مختلف سعی کردن که در واقع با یه سری کارهایی که مثلا به عنوان نمونه توی یه مدرسه توی قزوین رفتن نمادهای شهدای گمنام به اصطلاح که خودشون میگن و به اونجا بردن تا اینکه ذهن نوجوانان و جوانان دانش آموز رو از این قیام دور کنن. در واقع شورای هماهنگی تشکلهای صنفی این تلاش رو بیهوده و شکست خورده عنوان کرده و دلیلش تداوم اعتراضات دانش آموزی در شهرهای مختلفه. و اما آمار جدید سازمان حقوق بشر ایران از تعداد جانباختگان قیام انقلابی خلق‌های ایران در واقع منتشر شده که طبق آمار این سازمان حقوق بشری شمار جانباختگان به 476 نفر رسیده و همچنین در بخش دیگر از گزارش خود اعلام کرده که 100 نفر از بازداشتی‌هایی که در زندان محبوسند در خطر اجرا و صدور احکام اعدام مواجه هستند و همچنین در این آمار خودش که در واقع 476 نفر اعلام کرده گفته که بیشترین تعداد جانباختگان مربوط به شهرهای شرق کردستان و بلوچستان بوده. و سپیده رشنو که 3 ماه پیش از در واقع جانباختن یا میتونیم بگیم قطع حکومتی ژینا امینی دستگیر شد به خاطر اعتراض به حجاب اجباری و مورد شکنجه های زیادی قرار گرفت، اکنون به 5 سال حبس تعلیقی محکوم شده. اما میخوام به ملیتاریزه شدن شهرهای مختلف ایران و شرق کردستان اشاره کنم که در نتیجه این ملیتاریزه شدن طی روزهای اخیر چندین شهروند بر اثر تیراندازی نیروهای ایست بازرسی انتظامی که در شهرها یا اینکه در حومه شهر یا بیرون از شهر قرار میده اشاره کنم که در نتیجه تیراندازی این نیروها یک نوجوان 17 ساله در استان قزوین در واقع جان خودش را از دست داده و همچنین در کرمانشان، البته بین جاده کرمانشان و کامیاران، یک شهروند کامیارانی حدوداً 40 ساله در واقع بر اثر این تیراندازی های این نیروها جان خودش را از دست داده. و تداوم اعتصابات کارگران پتروشیمی آبادان علارغم تهدیدهای مسئولان زیره همچنین ادامه داره. و امروز و دیروز فراخوان‌هایی برای برگزاری مراسم 40 در واقع منتشر شده. یکیش مراسم 40 حمیدرضا روحی و در بهشت زهرای تهران برای فردا و همچنین 40 نگین رادفر در بهشت محمدی شهر سنا. و اما امروز مراسم 40 برگزار میشه در شهرهای شرق کردستان. در پیرانشهر مراسم 40 شهید امیر فراستی، در مهابات مهران رحمانی و در بوکان شهیدان شهریار محمدی و میلاد معروفی در واقع برگزار میشه. و همچنین امروز میخوام به این اشاره کنم، امروز 7 دی سال روز قیام دی ماه 96، روزهای گذشته فراخوان‌هایی برای امروز و فردا داده شده برای تداوم خیزش انقلابی که انتظار میره امروز شهرهای مختلف ایران و شرق کردستان در واقع خیابان‌ها شاهد حضور زنان و جوانان باشه. و آخرین مورد به بیانیه دانشجویان دانشگاه رازی کرمانشان اشاره می‌کنم که در اعتراض به حضور حسین طایب مشاور فرمانده کل سپاه پاسداران رژیم در دانشگاه رازی که دانشجویان اعلام کردن یه بیانیه صادر کردن و فراخوان دادن که از دانشجویان دیگه خواستن که در اعتراض به حضور حسین طایب در مقابل دانشگاه تجمع اعتراضی برگزار کنن. بسیار خوب، منتظر جزئیات این خبرها، خبرهای بیشتر از طرف شما همکارانم در مرکز خبر خواهیم بود. لعان محمدی. باشه.
شیا عضو مرکز مطبوعاتی پژاک، این گریلای روزنامه‌نگار به تبیین نقش هنرمندان و جایگیری هنر در خیزش انقلابی زن زندگی آزادی می‌پردازد. سیروان شیا یادی کرده از شاعر در گذشته بکتاش آبتین و حرفای او را مانیفستی برای هنرمندان می‌خواند. سیروان شیا در مقاله‌ای تحت عنوان هنر و انقلاب به بازشناسی هنر معترض رادیکال و انقلابی در بزنگاه تاریخی اکنون ایران می‌پردازد و می‌نویسد در انقلاب پیشرو به ناب اقتضای فضا و زمان جامعه بار دیگر دگردیسی نموده و هنرمندان خود را می‌پروراند و هنر متعالی را خلق می‌کند. این وضعیت در عین حال آبستن زایشی نوین شده. چند دهه اخیر شاهد نوای بسیاری از هنرمندان بودیم که زمامداران و مافیای هنر هیچگاه نگذاشتند دیده و شنیده شوند. اما این هنرمندان با هنرشان چنان پرتوی نورانی از خود بر جای گذاشتند که به مانند خورشید تابان هیچ ابری را یارای پنهان نمودن آن نیست. پارسال در همین ایام با چهره ماندگاری همچون بکتاش آبتین خداحافظی کردیم که همچنان آوای سخنانش در گوش من تنین انداز است. وی به مانند پیام‌آور این سروش اهورایی سیستم و حاکمان جبار را به باد انتقاد گرفت و از ایگی خود این چنین گفت: حلقه محدوده وضعیت جامعه معاصر ما اینه که ما امروز به اندازه کافی شاعر خوب داریم، فیلمساز خوب داریم، هنرمند خوب داریم. چیزی که کم داریم اینه که یه سری آدم وایسن مبارزه کنن، یه سری آدم وایسن حقشون رو بخوان، یه سری آدم وایسن و پایداری کنن، پایمردی کنن. فضیلت پایمردی، مبارزه و ایستادگی، این حلقه مفقوده معاصر کشور منه. بدین ترتیب دوست دارم که همین امروز در جوانی با اقتدار جان شیرینم رو فدا کنم برای آزادی. سیروان شیا این موضوع بکتاش آبتین را مانیفست هنر و هنر متحد می نامد و در ادامه می نویسد: هنر بار دیگر تبدیل به سروش حقیقت شد و هنرمندان نیز رسولان این سروش اهورایی. لذا هیچ هنر و هنرمندی را نمی توان بدون شعاع فاصله آثارش با مرکز خالقان که همان جامعه است بررسی نمود. در بزنگاه تاریخ دریای خروشان انقلاب خلقی بیش از هر زمانی آوازهای موزون و ناموزون را از هم جدا کرد. هنرمندانی که چون امواجی سهمگین با هنر خود دریای راکت را به تلاطم انداختند و کشتی حاکمان را در هم می شکنند. در مقابل شاهد هنر نمایان درباری هستیم که همچون خس و خاشاکی در میان امواج سهمگین انقلابی خلق بر دیوارها کوبیده می شوند و سالها ابهت حکومتیشان به یک باره و به مانند ماسه کنار دریا فرو می ریزد. سیلیبریتی های حکومتی سالها بود میدان را در دست گرفته بودند و با استفاده از بیت المال مردم نای نفس کشیدن به سایرین را نمی دادند. اینک هنرمندانی همچون توماج صالحی، سامان یاسین و هزاران صدای دیگر فریاد می زنند و ارکستر انقلاب را می نوازند. مردم بار دیگر با هنرمندان خود آشنا می شوند و این از واقعیات انقلاب خلقی است که در بطن خود و همراه با سیل خروشان خیابان خالق هنر مردمی می شود. رسالت هنر ناب و متحد مبارزه با ارزش های ضد اجتماعی و بازآفرینی جامعه و برگرداندن روح به کالبد خاموش آن است. جامعه هم با علم به این که هنر روح جمعی و نماد حیات جاویدان است، سعی دارد هنر مختص به خود را خلق نماید. آری اینک جامعه با هنرمندان متحدش فریاد رستاخیز سر میزند و مرگ را فراموش کرده و در خیابان رقصان آواز حقیقت جاودانه را میسراید. با سرود شورش کن زیبا شو،
کاری جدید از گروه هنری دستان سرخ کیوسک امروز را به پایان میبریم و من هم از حضورتان مرخص میشوم تا فردا کیوسکی دیگر. Show. Yeah.